رازها و نیازها بفرمایید. سلام علیکم آقای دکتر. سلام بفرمایید. خواهش شما خوب هستید. ببخشید آقای دکتر، من یه مسئله‌ای که دارم اینه که برنامه‌ریزی که میکنم اصلا نمیتونم درست بهش عمل کنم، همیشه یه حالت افراط و تفریط دارم، یا خیلی سخت گیری میکنم و هی میخوام سر ساعت خیلی هم دقیق کار رو انجام بدم، و یا مثلا یه حرم اینقدر وقت هدر میدم که بعدش به عذاب وجدان و نمیدونم احساس گناه این چیزا میفتم و باید هی میخوام جبرانش کنم. بعد یه نکته جالب اینه که مثلا من با اینکه اصلا کلن تضاد خیلی هم توی زندگیم بوده، مثلا فرض کنین من توی دوران جوانی و اواخر نوجوانی و اینا خیلی مذهبی بودم، مثلا تا 10 سال خیلی مذهبی بودم، ولی بعد یه خیلی بیقید شدم، یعنی یه حالت تضاد خیلی هست. بعد مثلا فرض کنین با اینکه یه آدمی هستم که خیلی از دستور گرفتم بدم میاد، اما توی برنامه ریزیام خیلی میخوام خودم رو توی قید و بند بذارم. بعد یه بارم که رفته بودم پیش مشاور، با اینکه مشاورم به هم توصیه میکرد، میگفتش که به جای اینکه بگی مثلا من سر ساعت های معینی یه کاری رو انجام میدم و حتما باید تمومش بکنم، میگفت یه زمانی مثلا 3 ساعت کلی بذار، بعد این زمان مثلا 3 ساعت رو برای 4 تا کار بذار، یه حالت انعطاف داشته باشه و اینقدر مو به مو سر ساعت عمل نکن. ولی من آقای دکتر نمیتونم، یعنی اصلا نمیتونم برنامه‌ریزیمو بهش عمل کنم. ببینید عزیز، 3-4 تا نکته ای که گفتید همش مرتبطه، چون اگر به من صورت مسئله رو میفرمودید، میگفتید چند تا احتمال هست برای چنین چیزی، براتی میتونستم 20 تا احتمال رو بدم. حالا چون شما مطرحش فرمودید، منم کمی به خاطرم مونده، کمی نه، بذارید با هم حرکت کنیم. اولین مسئله این است که ما برای اینکه انگیزه داشته باشیم یا نیت داشته باشیم، یعنی موتیویشن و اینتنشن داشته باشیم و بعد هدف پیدا کنیم، مهمش این است که نیاز داشته باشیم، یعنی اصولا احتیاج و نیاز، چه فیزیکی چه روانی و چه اجتماعی، بیش از هر عامل دیگری تعیین کننده انگیزه ها و هدف های ماست. خب همینجا برخی از آدما متاسفانه اون نیاز رو حس نمی کنند یا قبول ندارند یا باش واقع بینانه روبرو نمیشن، بنابراین اون انگیزه رو و هدف رو ندارن. این شماره 1. 2، بسیاری از اوقات یه ذره نفستون میپیچه روی چیز رو ببخشید، بسیاری از اوقات موضوع به اونقدر به انگیزه و هدف مرتبط نیست، که برمیگرده به این که من اصولا باور به یه ثبات و قرار و قاعده و قانون در جهان ندارم، و در نتیجه به دلیل اینکه فکر نمی کنم اگر 100 متر رفتم به 100 متر اون ورتر میرسم، میگم ممکنه 10 متر برسم یا 200 متر برسم، که تو آدم ها مثلا با توجه به نگاه مذهبی که اشاره فرمودید داشتید، اینا به مقدار واقع میناست، یعنی درست مثل این که همین کار میکنم اگر خدا بخواد، یعنی یه دفعه یه فاکتوری وارد این سیستم و مجموعه میشه که میتونه هر معادلهی رو به هم برسه. سومین مسئله که تو شما میشه دید و اون معمولا ریشه اون گرایش های بستا افراط و تفریطی یا باورهای مذهبی است، یه نوع استراب و نگرانی در شماست، که این استراب و نگرانی در برخی از موارد تبدیل به نوعی از وسواس یا ابسشن میشه، یعنی به یه چیزی دیگه الان گیر میدید، و این همون چیزی است که خودتون متوجه شدید، اون روانشناستون بهش اشاره کرد که اون انعطاف پذیری و فلکسیبیلیتی که باید داشته باشید رو پیدا نمی‌کنید، یعنی روزی که مثل آدمی مونید که مثلا فرض کنید بی‌اعتماد میشه، یه دفعه فکر کنه مبادا اینجوری بشه، مبادا همه چی از دست بره، حالا شما می‌بینید به گونه دیگه ای عمل می‌کنه که ای بسا یه دقیقه قبل عمل نمی‌کرد. بنابراین در شما با توجه به توضیحاتی که راجع به خودتون دارید، عامل استراب و نگرانی و وسواس رو می‌شدید. از طرف دیگه شما یه بحثی مطرح کردید درباره برنامه. ببینید عزیز، در یه چارچوب درست من و شما قراره هدف‌های درستی انتخاب کنیم، گول، هدف‌های درست. اشکال کار این هدف‌ها این است که اولا مربوط به حال آینده‌اند و دوم برمیگردن به احتمال، یعنی ممکنه بشه ممکنه نشه، و بعدم یه هدفی که برای من فکر کنم خیلی مهمه، 3 سال بعد که بهش رسیدم اینم اونقدر مهم نیست، برای که من دارم توش عوض میشم. بنابراین ماجرای تعریف و تعیین هدف یه مسئله فوق العاده مهمی است که باید به درستی تعریف بشه. وقتی شما میگید من میخوام برم خونه مادرم، این تعریف درستی داره، ولی اگر بگید میخوام برم بیرون
مثلا خوش باشم خیلی تعریف مبهمی. اما بعد از اینکه شما هدف رو به درستی انتخاب کردید، هدف رو واقع بینانه انتخاب کردید، چون غالب اوقات چنین نیست، بسیار از شما هدفتون واقع بینانه نیست، هدفتون ممکن نیست، هدفتون درست نیست. بعد از اینکه هدف داشتید، شما قبل از رسیدن به برنامه دو چیز دیگه میخواید. یکی نقشه میخواید، مپ، یعنی همه راههای رسیدن به هدف، این 5 تا راه. دوم طرح و پلن میخواید، انتخاب یکی یا دو تاست. و سوم برنامه است که بهش زمان میدید، یعنی مفهوم پروگرام یا برنامه وقتی است که ما به طرح زمان میدیم، ساعت 8. این ترکیب سگانه نقشه، طرح و برنامه رو در اصطلاح بهش میگن استراتژی، یعنی اون کاربرد و کارکرد یا راهی است که ما ازش میخوایم حرکت بکنیم. و تو این گونه موارد اگر هدف به درستی انتخاب بشه، استراتژی به درستی تعقیب بشه، من و شما قراره دیگه حق تصمیم گیری رو برای خودمون قائل نشیم. یعنی حالا دیگه مثل یه فرمان، مثل یه حکم دادگاه، مثل یه فرمان الهی باید انجام بشه و سوالی نداره. فیدبک یا پسخورند و یه نوع گزارشی داریم اگر مسائل با چیزای کاملا غیر عادی روبرو شد، اونو تغییر میدیم ولی سرش نیستیم. یعنی من اگر تصمیم گرفتم فردا با توجه به اینکه در شرایط آزاد تصمیم گرفتم فردا با توجه به امتحانم بهتره من 3 روز آینده 3 تا 5 ساعت درس مثلا بخونم، من فردا صبح نمیتونم پاشم بگم حالا 5 ساعت خوبه یا 4 ساعت یا 6 ساعت، من حق اینو ندارم. درست مثل حادثه گذشته است. یعنی ما برخی از اوقات برخلاف اون صحبتی که روانشناسون کردن، وقتی که تصمیم رو درست میگیریم، وقتی که حتی اون اصولی که ایشون گفتن رو رعایت میکنیم که تو 3 ساعت 4 تا کار انجام میدیم، یه چهارمش مربوط به درسمونه تا قابلیت انعطاف داشته باشیم، بی خودی خودمون رو گیر نیندازیم و دچار وسواس نکنیم، ولی سر اونی که به نظر میرسه معقول و واقع بینانه راجبش تصمیم گرفتیم باید محکم و استوار بیستیم و گرفتاری به وجود نیاد. در این حال باید بدونیم یه مقدار ویژگی‌های روانی ماست که مثلا دچار اشکال میکنه. بزرگترین عاملش این است که برای من شما فردا وجود نداره. بسیاری از آدم ها فردا رو نمیبینند، یعنی چیزی به اسم فردا نیست، حالا دلایلش هم فراوانه. بسیاری امید به فردا ندارند، یعنی از اونجایی که هرچی بهشون قول دادن در کودکی اجرا نشده، هرچی که تصویر و تصورای خیالیشون رو اتفاق نیفتاده، اصولا در حالی که فردا رو باور دارن، امیدی به این فردا یا بهتر بودن فردا و فردای بهتر ندارن. خب معلومه در اینجا من همیشه مثل یه عاملی که حاضرم از صحنه برم بیرون، برنامه رو که ریختم انجام نمیدم. از طرف دیگه من ممکنه به فردا امیدوارم باشم، اما اشکال کار من که بزرگترین اشکال این مسئله است، بزرگترین اشکال این مسئله است، من امروز رو مساوی فردا ندونم. چون روزی که من امروز رو مساوی فردا بونم و اینو با تمام وجودم حس کنم، احساس کنم و بپذیرم و بر مبنای اون عمل کنم، درد امروز که مساوی درد فرداست، لذتی که امروز مساوی لذت فرداست، کار امروز میکنم لذت فردا میبرم. مغز بدون تردید این تصمیم میگیره. دارم من میرم درس میخونم و ازش استفاده میکنم، نه اینکه بگم فایده درس خوندن چیه، هدف پول در آورده و از حالشون کم پول در آورده. یعنی استدلالی که شما میتونید ببینید خیلی هم راحت و ساده انسان میتونه خودش رو بهش عادت بده. بنابراین من ممکنه به دلیل آنچه که در گذشته من اتفاق افتاده، من امروز رو بهتر و برتر از فردا میدونم و به همین خاطر است که من چرا لذت رو امروز که بیشتری نبرم و درد رو که امروز بده بی خودی بکشم، لذت رو میذارم برای امروز، درد رو برای فردا. بنابراین برنامه ای که ریختم به هم میذارم. خیلی از اوقات که صحبتاتم میشد دید، از اونجایی که همه زندگی یه نوعی به من تحمیل بوده، که این در خصوص یه فرهنگی مانند ایران و در خصوص خانم‌ها خیلی بیشتر دیده میشه، من تمام مدت باید اونچه رو که قرار میذارم باید بهش بجنگم، یعنی باید باش مخالفت کنم. چون همونطوری که از 10 تا کاری که معلمم یا پدر مادرم من دادن، من همیشه کوشش میگردم اگر میتونم یکیشم انجام ندم یا ناقص انجام بدم یا به هر حال اون گونه که باید انجام ندم، معلومه وقتی که اختیار با خودم هم هست، باید بدونیم که تو مغز بسیاری از ما مخصوصا به خاطر این نظام تربیتی و اجتماعی که وجود داره پدر مادر من نشستن. یعنی شما حتی همون حرفایی که احساس گناه و نمیدونم اینا که اشاره فرمودید، اینا دقیقاً حرفایی است که پدر مادر به شما دادن. ولی یه انسان کوشش رو میکنه، شد نشد احساس گناه برای چی بکنه؟ این گناه رو ما از دیگران گرفتیم و دیگران به ما دادن، چون یه پیام با دادن که ببین دختر خوبی نیستی، دختر مرتبی نیستی، پسر خوبی نیستی. و بنابراین حالا که اونا نیستن ما به خودمون میگیم، چون دلم میخواد بدونید تو مغز من و شما، مخصوصا تو این جوامعی که بکنه نکنه باید نباید فراوون هست،
بیش از هر کسی دیگه این مادر اینور نشسته، پدر اونور، یا معلم یا خواهر برادر اینور اونور نشستن، و بنابراین به مجردی که شما صبح دیر بلند میشید اونا میافتن به جون شما. شما فکر کنید خودتون افتادید به جون خودتون که تنبل پاشو خجالت بکش، نمیدونم وقت رو کار، نمیدونم ظهر شد فلان بهمان. ولی نه، این حرفا رو اگر یه ذره دقت کنین، حرفا خارجی هن. این حرفا از بیرون دارن گفته میشن، ولی این بیرون رو شما آوردید درونی و در مغز خودتون گذاشتید. بنابراین یه مقدارش برمیگره به اینکه اصولا چون زندگی من مبتنی بر تحمیل و تحمل بوده، حالا که میتونم تحمل نکنم زیر بار تحمیل نمیرم. و به همین جهت که بسیاری از بچه‌هایی که مثلا تو محیط خانه زیر فشار بودن یا تو محیط آموزشی ایران زیر فشار بودن، مثلا به امریکا که میان که اون فشارا نیست، یا بچه‌ها وقتی از دبیرستان به دانشگاه میرن که اون کنترل روشون نیست، بسیارشون درس نخون میشن، در حالی که قبلا درس خوندن. من با صدها بچه روبرو شدم که در دوره مثلا دبستان یا دبیرستان کاملا درسش خوب بوده، دانشگاه که دیگه دیده نمیشده، زیر کنترل نبوده، رها شده. و به همین جهت که وظیفه پدر و مادر آموختن این شوق و اشتیاق مثلا به مطالعه یا کاره، تا اینکه تحمیل باشه که در اولین فرصتی که تنبیه کننده و کنترل کننده نیست با اون رو انجام نمیدیم، در حالی که اگر تو وجود من کاشته شده باشه من دیگه از درون رو انجام میدم. متاسفانه ما آنچه که خوبه رو تو وجود نمیکاریم، نق و ناله و سرزنش و اعتراض و انتقاد و احساس گناه پدر و مادر رو با خودمون این برابر برید، و مسئله سلف استیم دقیقاً به همینجا مرتبطه. برای آنچه که شما بهش اشاره کردید همه جنبه ها و جلوه هاست که خودتون توجه کردید، و همونطور که گفتم به ده ها مورد تو این زمینه میشه اشاره کرد، و ایناست که سبب میشه من برنامه رو واقع بینانه نریزم، در مقام مقایسه اون رو انجام ندم. حتی بذارید یه مثال آخر خدمتتون عرض کنم. ببینید، فرض کنید من میرم پلو دکترم، و دکتر من به من میگه اگر 20 پوند وزنتو کم نکنی، 10 کیلو وزنتو کم نکنی، و چه اینو چنان نکنی، در خطری و میمیری، و ضمناً باید مواظب غذا باشی، فرض کنید برنج نخوری، چربی نخوری، گوشت نخوری، و و و و منم در اونجا که تحت تاثیر قرار گرفتم، ضمناً به دلیل ناراحتی هم رفتم برای دکتر، و اینجا هم به هر حال یه محیطی است که مسئله بهداشت و زندگی اساس کاره، دکتر هم جلوام نشسته، حالا پول حسابی هم دادم، همه اینا سبب میشه موضوع جدی بگیرم. بنابراین برای من چه میشه؟ ارزش رعایت اصول بهداشت و تغذیه من میاد اینجا، اهمیت غذا اینجاست. ولی خب هر نیم ساعتی که از دور شدن من از دکترم میگذره، اتفاقی که میفته اگر این بالایی خیلی هم پایین نیاد، این یکی شروع کنه بالا اومدن، و بنابراین یه جایی میرسه که من میرم تو مهمونی، و با توجه به شرایط اجتماعی که در جامعه مانند ایران باید خورد و از این طریق نشون داد که ما همراهیم و زبنن تعریف کرد و بدن به ما میخورونن، شما یه دفعه میبینید شروع کردید به خوردن همون غذایی که نباید بخورید. چه تغییری پیدا شده؟ هیچی. اهمیتی که برای شما مسئله خوردن، یعنی رعایت اصول بهداشتی و تغذیه داشته، یه کمی کم شده یا کاملا کم شده. مثلا افتید دید اونجا روایی که دو برابر شما وزن دارن خیلی هم خوشحالن، یا دید وزن مالیشون هم خوبه، دکتر هم هستن، بنابراین ناآگاه به شما گفته چی میگن که باید مواظب وزنت باشی، اون هم دکتر، اون هم پولداره، همون زن یا شوهر خوشگل یا خوشتیپ هم داره، خندشون هم به آسمانه، پس بنابراین دکترم که اینو گفت اینو بیارمش پایین. و این توجیه کودکانه رو میکنم. از جانب دیگه گرسنه شدم، غذاهام خوشمزه است، صابخونم داره تعارف میکنه، همم دارن میخورن، خب منم چون میخوام بخورم، یعنی دفعه شب متوجه میشم تازه دو برابر دفعه قبل خوردم. من ظهر که پرو دکتر بودم، مثلا چون بعد از خوردن غذا رفتم، دو بعد از ظهر رفتم، یکی بعد از ظهر رفته بودم، وقتی من گفت نخور، خودم نمیخورم، ولی حالا که گرسنه هستم کی به من میتونه بگه نخور؟ و به همین جهت است که این بازی که من بر اساس احتمال میدم، بر اساس زمان و مکان میدم، این اهمیتی که موضوع پیدا میکنه کار رو به هم میزنه. به همین جهت است که شما قراره در شرایط آرام درباره موضوعهای مهم هدفها رو مشخص کنید، استراتژیتون رو معلوم کنید، برنامه رو به گفته خودتون بریزید، و به عنوان وحی منزل پاش بیستید. برخلاف تصورتون، چون با استراب وسواس شما سازگاری داره، با شوهرتایی، ولی واقع بینانه، ولی حساب شده، وقتی در حد توانتون باشه، و ضمناً به خودتون اجازه پرسش این که این کار درستی یا غلط خوبی یا بده ندید، چون همون که زیر سوال ببریدش احتمالاً جواب منفی میرید. موضوعی است که من توی بحث مربوط به راز و رمز موفقیت آوردم، به زودی اگر سیدی اعتماد به نفس رو بیارم، چون به اونجا مرتبطه، اون رو خواهم آورد، و متاسفانه وقتم به آخر رسیده. ولی خوشبختانه تو این زمینا، چه در چارچوب اعتماد به نفس و حرمت نفس، و چه در چارچوب راه‌های مربوط به موفقیت و پیروزی،
اصولا این مباحث میتونه تر بشه و ما هر کدوم میتونیم اشکالات یا ایرادات خودمونو اینجا اونجا پیدا کنیم و اگر درستش کنیم نتیجه مطلوب رو به دست خواهیم برد. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.